اگه تو رابطه مریضی هستید، فکر میکنید تاکسیک ریلیشنشیپ دارید یا داشتید، فکر میکنید یه سری گره هایی تو رابطتون هست که باید باز بشه، یا کلا به درام های زن و شوهری علاقه دارید، این فیلمو ببینید. فیلم ملکم و مری کلا دو تا بازیگر داره، جان دیوید واشنگتن و زندیا، وسط دوران پندمیک توسط سن لوینسون کارگردانی شده و الان روی نتفلیکسه. فیلم در مورد یه فیلمساز و دوست دخترشه که بعد اولین اکران فیلمش برمیگردن خونه و منتظر نظر منتقدا میشن. شروع میکنن تا خود صبح جر و بحث کردن و فهمیدن یه سری حقایق در مورد رابطهشون. فیلم سیاه‌سفیده و زیباست. کنتراست بین نور و سایه‌ها تو این فیلم دیدنیه. کلا فیلم قشنگیه. Who's Afraid of Virginia Woolf یا کی از ویرجینیا وولف میترسه فیلمیه که این فیلم به نظر من ازش الهام گرفته. همه چی تو یه شب اتفاق میفته در مورد یه زوج کاریزماتیکی که تا خود سپیده صبح جر و بحث میکنن. تقریبا کپی کردن. تو تاریخ اسکار فقط دو تا فیلم بودن که تو هر کاتگوری که میشده نامزد شدن که یکیش همین ویرجینیا وولفه. این فیلم خیلی تابلو واسه آوارد اومده و زندیا خیلی آدم باهوشیه. خود زندیا یکی از تهیه کننده های فیلمه که با کارگردان سریال HBO که خودش هم اونجا نقش اصلیه یوفوریا ریخته روی هم که وسط تعطیلی هالیوود پندمیک این فیلمو بسازن. اونجا که الیزابت تایلور برای نقش مشابه اسکار گرفته، من فکر کنم زندیا اینجا حداقل نامزد بشه. یعنی سیاه‌سفید بودن و این کپی شدید از نمایشنامه‌ای که قبلا جواب داده ویرجینیا وولف، نظر رای دهندگان آواردهای مختلفو جلب میکنه. جدا اینکه هالیوود عاشق فیلمای در مورد خودشه، آرتیستو یادتونه واسش رد دادن آرتیستو کسی میبینه؟ معلومه فیلم قصد این کارو کرده، در واقع یکم زیادی واسه جوایز تو فصل اسکار اومده. فیلم برای بیننده عام اصلا فان نیست. در مورد هالیوود توی منشن تو کالیفرنیا یه سوپر مدل یا کارگردان، برای اکثر بیننده ها چیزی نیست که بتونن باش ریلیت کنن. اما اگه وارد فیلم بشی و بدونی چی میخوای، تو اون لحظه میشی مخاطب خاص و میتونی با این فیلم حال کنی. فیلم دائم میبرت توی بالا و پایینی که اول مرد دیالوگ میگه اکت میکنه تموم میشه، بعد زن شروع میکنه و این هی تکرار میشه و اینا هی دعوا میکنن. من بعد هر دعوا با خودم میگفتم اوکی دیگه تموم شد، رابطهشو پاچید، بعد این دیگه جلوتر نمیتونم برم، ولی هی میره مرحله بعد هی دعوا ادامه پیدا میکنه. یه ماکارونی و چیزی همون اول فیلم میخورن که فکر کنم به یاد ماندنی ترین لحظه فیلمه. یعنی اگه این فیلمو دارید میبینید ماکارونی و چیز تو خونتون باشه. فیلم توی دعواهای اینا یه سری پند و پیامایی داره که بعد هر دعوا برملا میشه که اینا یه چیزی از خودشون و همدیگه یاد میگیرن. حس کردم دیالوگایی که برای زندیا نوشتن از سنش بالاتره، برای همین بیشتر اکتش مثل اینه که تو مدرسه بازیگریه که دیالوگایی که برای کاراکتر بزرگتر نوشتن و خیلی خوب برات بگه. جان دیوید واشنگتن خوبه، خوب بازی میکنه، دیالوگا خوب میشینن روش. نقش کارگردان سیاپوس در حال پیشرفت رو داره که من صرفا به عنوان فیلمساز نمیتونم ببینمش، فکر کنم بهتر بود یکی دیگر رو انتخاب میکردم. واشنگتن اینجا بهترین بازیشو میکنه، قویه، پس این نقش بر اومده، ولی صرفا این آدمی که من دارم تو این فیلم میبینم فیلمساز نیست، یه آدمی که داره تلاش میکنه ادای یه فیلمساز رو در بیاره. فیلم یه عالمه کامنت در مورد مسائل نژادی آمریکا داره، کارگردان سیاه، منتقد سفید، این سیاه اون سفید، قشنگ معلومه داشتن این فیلمو مینوشتن اخبار جورج فلوید بالا بوده. جدیدن هالیوود دیالوگ در مورد رئیس میشه و من میخوام بالا بیارم. فیلم کاستومایز شده برای دوران کرونا، کمترین بازیگر ممکن، جنبش میتو، رسیدگی به مسائل روز و نژادی آمریکا. دوربین بعضی وقتا دنبال کاراکترها حرکت میکنه، بعضی وقتا ثابت اینا حرکت میکنن، دور میشن، صداشون هم دور میشه. به نظرم جالب بود، فکر میکردی اونجا نشستی داری این داستانو میبینی. فیلم فریم بندی و شات های قشنگی داره، یعنی تیکای این فیلم جون میده برای این کلیپ های تینیجری تیک تاک. کل فیلم انگار تبلیغ عطره. زندیا تونسته بازی خوبی کنه و یه جایی هم واقعا تاثیرگذاره، ولی حس تئاتری و استیج فیلم انقدر زیاده و به طور کلی فیلم انقدر ضعیفه که سایه انداخته رو بازی زندیا. زندیا با این فیلم به دنیا گفت میتونه اکت کنه، احتمالاً نامزدی اسکار هم بره تو رزومش که بعداً برای یه فیلم دیگه بیاد اسکار بگیره. این فیلم برای هر دو این بازیگرا بهترین بازیشونه. زندیا که 100% دیوید واشنگتن هم با اینکه من فکر می‌کنم میسکسته، ولی بهترین بازی کریرشه. حس می‌کنم فیلم لاس شدید سم لوینسون کارگردان با خود شخص زندیاست. ایشون فیلمو نوشته، تو داستان فیلم کارگردان که خودش باشه با زندیا تو رابطه است و نقش خودش رو دیوید واشنگتن بازی میکنه. اگه با دید باز این که داری به سمت چی میری و چی میخوای وارد این فیلم بشی، امکان داره فیلم خوشت بیاد. حس میکنم فیلم به سری مسائل آموزنده واسه زوجین داره، مخصوصا اونجا که گفت ما همه چی رو پیچیده میکنیم، بعضی وقتا یه تشکر ساده کافی. خیلی تاثیرگذار بود، به نظرم اوج فیلم بود اونجا. ولی اگه این داستانا خوشت نمیاد، این فیلم خوبی نیست. فیلمی که کاستومایز دوران خاص الانه، با دو تا بازیگر
دیگری که خیلی میخوان خودشون رو ثابت کنن چیز جالبی نیست. چی فکر کردن با خودشون؟ فیلمی که کلن دوتا کاراکتر داره، تو طول فیلم باید یه عمقی دپتی به این کاراکترها بده. تو طول فیلم من هیچی این کاراکترها نفهمیدم، اگرم فهمیدم هیچ اثرگذاری رو تاثیرگذاری دیالوگ و حس این کاراکترها نداشت. یعنی هرچقدر مارکتینگ و لابی و آوارد و سیاسفید و بندازی وسط، این فیلم صرفا فیلم خوبی نیست و آدم ها اینو میفهمن. به عنوان مثال مریج استوری یه فیلم مدرن حسابی در مورد رابطه است. این فیلم بیشتر یه کپی آماتور از ویرجینیا وولف یا دانس پالمه. در واقع برای ساختن یه همچین فیلمی تو به یه نویسنده و کارگردان و دوتا بازیگر نقش اول خیلی قوی تری نیاز داری تا این تیمی که اینجا هن که خیلی ضعیف‌تر اون چیزی هن که باید باشن. با اینکه دیالوگای مونولوکتوریش سری پوینت های روابط این روزای زوجا تو دنیا داره و میتونی ازش چیزی یاد بگیری، ولی دارم فیلم میبینم، کلاس روابط زناشویی نیست که. خیلی زود میفته رو تکرار و خسته کننده میشه. رسما 20 دقیقه فیلمو میشد حذف کرد بدون اینکه هیچ محتوای مهمی از دست بره. امتیاز من به فیلم مالکوم و مری 4/10. اگه از محتوایی که من میسازم خوشتون میاد، هر جوری که میتونید منو به دوستاتون معرفی کنید، این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. تا بعد، فعلا.